دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کلمبیا تلفن 604 915 94 -46. شرکت حسابداری پی بی با مدیریت رضا و نازنین هوشمن. خدمات حسابرسی و امور مالیاتی، تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و سه شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترایسیتی. تلفن 604 990 66 -68. سری هستم با یک قسمت دیگه از برنامه های وایت بورد در خدمتتونم با شروع فصل مدرسه تب داغ مدرسه و اینکه خانواده ها نگران بچه ها هستند که چطوری میتونن بهشون کمک بکنن ما تصمیم گرفتیم که این برنامه این دفعه رو اختصاص بدیم به یه سری راهنمایی ها و اطلاعاتی که فکر میکنیم برای شما خانواده ها مفید باشه همچون که همتون مستحصر هستین من برای آموزش پرورش ونکوور کار میکنم و یک سری در واقع پاورپوینت هستش که ما درست کردیم که این اطلاعات رو به خانواده ها برسونیم امروز من سعی کردم یه سری نکاتی رو که فکر میکنم برای همه فرقی نمیکنه کدوم منطقه شهر دارن زندگی میکنن رو انتخاب بکنم و به اطلاعتون برسونم چنانچه چه خواستین جزئیاتش رو بدونین میتونین به وبسایت ونکوور سکول بورد مراجعه بکنید و تمام جزئیات رو با دقت خودتون نگاه بکنید همه ما دوست داریم بچه همون تو مدارس موفق باشن امسال شنیدیم راجع به اینکه یه سری مواد درسی تغییر کرده من سعی میکنم از هر کدوم به صورت مختصر با شما صحبت بکنم اولین چیزی که میخوام به شما بگم تا شده بدونین که بچه شما چه جوری میشه که به کدوم مدرسه میره کلاس چندم هست دیویژن چیه آیا معلم بچه ها رو میشناسین مشاور درسی چی هستش و اینی که نقش مدیر مدرسه توی مدرسه ها چیه و پن که معمولا مخفف پرسونال ادویکیشن نمبر هست معمولا بچه ها رو طبق کود پستی خونه ها هر جایی که زندگی می کنید مدرسه رو مشخص می و به نزدیک ترین مدرسه به محل زندگی بچه ها میرن این بخش ها و یا دیویژن مربوط به خود مدرسه است که بهتره که بدونین چون طبق اون میتونن تشخیص بدن بچه شما تو کدوم کلاس هستش و معمولا تو هفته اول شما رو با معلم مدرسه و بچه هاتون مشا... معرفی میکنن و شما رو میشناسونن که کدوم به کدوم هستش بچه ها اگر مدرسه ابتدایی برن معمولا یه معلم نهایتا دو تا معلم دارن ولی در حد دبیرستان بچه ها کلاساشون عوض میشه و معلم تو کلاس خودش میمونه هر بچه وقتی وارد سیستم آموزشی میشه یه شماره بهش میدن که استلاحاً مخففش PEN ای یا پن هست که مخفف پرسونال ایژوکیشن نامبره و این مشخص میکنه که این بچه میتونه که به صورت رایگان در مدارس بریتیش کولومبیا درس بخونه و این, این شماره رو بچه ها از کلاس اول تا وقتی که دانشگاه میرن و حتی در سطح دانشگاه لازم دارن چون توسط این شماره دسترسی پیدا میکنن به تمام هیستوری تحصیلات بچه در آموزش و پرورش. قسمت بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم این هستش که ما معمولا توی سیستم خودمون بچه ها رو طبق نیمه اول یا نیمه دوم تو مداره ثبت نام میکنیم توی ونکوور یا در واقع بریتیش کولومبیا یا کانادا قرار گرفتن بچه ها نسبت به سال تولدشونه یعنی مهم نیست بچه ها نیمه اول سال به دنیا آمده باشن یا نیمه دوم برای همین هستش که وقتی که شما میرین و از شما فقط سال تولد بچه رو میپرسن و طبق الان جایگزینی بچه ها که توی این جدول میبینید من البته خیلی دیتیلش رو نمیرم برای جزئیات همش که گفتم میتونین وبسایت ما رو تماشا بکنید ثبت نام بچه ها در واقع از کلاس امسال از کلاس فقط همین رو میگم خدمتتون کودکستان از 2011 بچه ها امسال کودکستان میرن و اگر بچه شما 2003 متولد 2003 هستش امسال بعد کلاس م باشه در یه سری مناطق احتمالا میدل اسکول یا همون راهنمایی خودمون هستش که بچه ها میرن کارمندای مدرسه که شامل مدیر مدرسه میشه معاون مدرسه منشی مدرسه است و قسمت ریسپشن تو مدارس ما پرستار داریم که اگر خدای نکرده برای بچه اتفاقی افتاد بتونن از نظر پزشکی کارهای اولیه رو انجام بدن هر مدرسه یه افسر پلیس داره که یک دونه مسئول چند تا مدرسه هستن و یه سری مسئول نگهداری مدارسن همچنین توی مدارس ما معلم داریم یه نفر تو مدارس ابتدایی به اسم ریسورس تیچر هستش که کار این ریسورس تیچر را یا معلم که در واقع کمکی هستن کمک به بچه هستش که انگلیسی زبان مادریشون نیست و با بچه های ما در طول ساعت هایی که بچه های دیگه کلاس های معمولی دارن با بچه ما کار میکنه در کلاس های ابتدایی ما از این معلم های کمکی خیلی استفاده می کنیم ولی این بچه ها اگر در سطح دبیرستان باشند عنوان کاری این بچه ها میشه ELL Teachers که همون English Language Learner هستش هر مدرسه یا دبیرستانی کتابدار داره که مسئول دادن کتابا به بچه ها هست و یه وقتایی که بچه ها مجبورن که برن توی کتابخونه اونجا هستن و نظارت دارن همچنین ما تو مدارس بیشتر در سطح دبیرستان مشاورای راهنمایی داریم که هر کدوم از اینا با بچه های ما کار میکنن در ارتباط با انتخاب واحدشون در سطح دبیرستان و یا در یه سری مواقع اگر بچه ها از نظر احساسی مشکلی چیزی داشته باشن کار این مشاورای این هستش که با بچه ها صحبت بکنن بخش دیگه ای که مهم هستش که ما در مورد مدارس بدونیم احتمالا همگی شنیدین که یه مقداری مواد درسی مدارس داره فرق میکنه تو اینجا شما آدرس اینو من میخوام که نشون بدن روی یوتیوب یه کلیپ دو دقیقه هستش که اصلا هدف این که چرا اومدن فکر کردن آموزش پرورش کل کانادا که بیان این سیستم رو عوض بکنن سیستم جدید از امسال در سطح ابتدایی به کار برده میشه در واقع از کیندرگاردن شروع میکنن تا حد کلاس نهم ولی در حد دبیرستان و بعدا یعنی از سال 2017 سپتامبر 2017 برای همه مدارس اجرا خواهد شد توی سه تا من در واقع حوزه مختلف این مواد درسی جدید یا در واقع هسته این کریکلم به این صورتی که یک روی روش تفکر بچه ها کمک میکنه کار میکنه ارتباط برقرار کردنشون و از نظر کرکتر و شخصیت بچه ها چجوری قسمت ثینکینگش رو اگر ما نگاه بکنیم اینی که بچه ها چجوری ذهن خلاقی داشته باشن چجوری نسبت به مسائل ریاکشن نشون میدن حتی مهارت های ارتباطی بچه ها به چه صورت خواهد بود و روی پرسونال and social skills اینه یعنی مهارت های شخصی و اجتماعی بچه ها که این که مصبت نگریشون هستش حتی اینی که اگر من یه قسمت شو که نگاه میکنید زده cultural identity اینی که من ایرانی هستم ولی این ایرانی بودن همش ایرانی بودن و بهش افتخار بکنم و چجوری میتونم توی این کالچر جدید و اون کالچر قبلی که داشتم اینا رو با هم ادغام بکنم و بتونم اون هویت خودم رو نگه دارم همینطور خداگاهی هستشون خیلی از بچه ها وقتی که میان اینجا دوچار یه عدم در واقع هویتی که دارن یعنی نمیدونن که کجایی هستن اینجایی هستن توی ایران هستن کالچر خودشون رو داشته باشن حتی مقایسه خیلی زیادی میشه بین این که مدرسه های ایران اینطوری بوده مدرسه های اینجا چجوریه چجوری ما بیایم تمام اینا رو در کنار هم بذاریم روی این مهارت ها بچه ها کار کنند و همینطور مسئولیتمون در قبال اجتماعی که توش داریم زندگی میکنیم چه چیزایی هستش بخش بعدی این در واقع کریکلم که به شما میگن به این صورت هستش که از طریق بازی بچه ها بیان مسائل واقعی زندگی رو کشف بکنن یاد بگیرن و به کار ببرنش همچنین خدمتون گفتم چون این اطلاعات کاملا جدید هستش و برای همین میبینید که اینا به فارسی ترجمه نشده ولی اگر بخواین که اطلاعات کافی از اینا داشته باشید اگر تو سایت آموزش و پرورش برید Ministry of Education برید تمام اینا رو به دقت میتونید شما در موردش اطلاعات لازم رو پیدا بکنید مهمترین چیزی که اتفاق افتاده امسال بچه هایی که کلاس دهم ده دبیرستان هستن دیگه امتحان نهایی ندارن قسمت دیگه ای که دوست دارم راجبش با اتون صحبت بکنم تفاوتی هستش که بین روش تحصیل توی بریتیش کولومبیا و تفاوتی که بین کشور ما داره یاد گیرید توی بی سی به صورت مختلف اتفاق میافته که اینجا من لیستش رو گذاشتم و شما خواهید دید تکالیف هم به تنهایی انجام میشه هم به صورت کار گروهی و یا کلاسی فعالیت ها میتونه خارج از مدرسه باشه که به صورت گردش علمی گردش های مطالعاتیه کارهای نوشتنی دارن بچه ها به صورت شفاهی هم کار انجام میشه فعالیت های روزمره دارن بازی های فردی و گروهی دارن احتمالا شما الان میگین که خب بچه های ما که هیچ تکلیفی خونه نمیارن وقتی بچه ها در حد دبستان هستن تمام سعی معلم ها این هستش که توی, خون، توی مدرسه کار این بچه ها انجام بشه و وقتی که بچه ها میان خونه بتونن برسن به فعالیت های خارج از مدرسه مثل رفتن کلاب ورزشی کلاس های موسیقی بعضی ها میذارن بچه ها رو کلاس رقص از این هر چی فعالیت خارج از مدرسه هستش مگر اینکه بچه ها توی مدرسه تکلیفشون رو انجام نداده باشن و اون موقع بچه ها تکالیف رو میارن مدرسه و باز تاکید میکنم این در مورد بچه های کلاس ابتدایی هستش و حتما حتما در هر صورت مطالعه که خوندن کتاب مینیمم انتظار از این بچه ها میره که روزی نیم ساعت حداقل کتاب توی مدرسه بخونن معمولا بچه ها سنابت کارنامه میگیرن که طرفایی تو پاییس هستش نوامبر یا دسامبر بهار سمت ماه مارچ یا اپریل و امتحان نهایی که طرفای ماه جوان هستش احتمالا شما بعد از دو هفته سه هفته که بچه ها میرن مدرسه برای برشه های ابتدایی مدرسه از شما دعوت میکنه که برین یه آشنایی اولیه با معلم داشته باشید و وقتی که نمرات ترم اول رو دادن یه شبی رو از شما دعوت میکنن مدرسه که شما تشریف میبرین و معلم ها با شما صحبت میکنن میگن بچه ها تا چه حدی پیشرفت کردن کجاها باید کار بکنن و چه انتظاری مدرسه از اینا داره که در این, این در یعنی همچین برنامه ای رو حتما هم برای دبستان هستش و هم برای سطح دبیرستان و معمولا حتما حتما مدرسه به شما اطلاع میده یا از طریق ایمیل و یا از طریق در واقع نیوزلتری که مدرسه برای شما میفرسته و همه این بچه ها وقتی ثبت نام میشن و ثبت نامشون قطعی میشه هفته اول همه شما از مدرسه یه سری ورقای با رنگای مختلف دریافت میکنید که میخواد اطلاعاتتون آپدیت بکنه اون کار به این دلیل هستش که از شما تلفن ایمیل جدید داشته باشه که بتونه تمام این اطلاعات رو به شما بده هر بچه یک کلندر یا یه دفتری رو دریافت میکنه که هر مدرسه تمام این اطلاعات اولیه رو توی اون در واقع دفترچه نوشته از تعطیلیا وقت امتحانات، تعطیلات زمستونی تعطیلات بهاره و حتی شروع و خاتمه سال و تاریخ های مهم رو توی این دفتر نوشته شده که خوبه که اینا رو همه رو شما نگاه بکنید و بدونید چنانچه بچه شما میخواد غیبت داشته باشه خوبه که یه تلفن مرکزی رو داشته باشید و حداقل کاری که میکنید این باشه که به مدرسه زنگ بزنید و اطلاع بدید که بچه شما اون روز مدرسه نمیادش ولی اینی که تکالیف رو به مدرسه، و مدرسه به شما میده نه یه همچین کاری نمیکنه وظیفه شما در حد ابتدایی و وظیفه بچه های شما در حد دبیرستان این هستش که خودشون برن و از معلم هومورک هایی که باید بگیرن و بگیرن و خودشون رو برسونن به حد کلاس یه قسمت دیگه شما یه چکلیست دارید توی مدرسه همیشه که گفتم باید حتما حتما به مدرسه بگید که شخصی که انگلیسی صحبت میکنه کی هستش؟ برای امور امرجنسی تلفن تماس بدید که اگر اتفاقی افتاد مدرسه به کی باید خبر بدن اکثر شماها یا ماها در واقع شماره تلفن بچه رو میذاریم ولی اگر یه اتفاقی باید بیفته برای مدرسه خب به بچه ها که نمیتونن که زنگ بزنن برای همین مطمئن بشین که یه شماره امرجنسی رو حتما توی لیست مدرسه به معلمات یعنی به مدیر مدرسه یا به کادر اداری مدرسه داده باشید شما قسمت بعدی که میخوام براتون بگم چون همونش که گفتم شما میتونید اینو توی سایت ونکوور سکول بورد پیدا بکنید خب یه بحث دیگه ای که هستش اینه که وقتی که بچه ها توی حیات دارن بازی میکنن انتظاری که کادر مدرسه از برچه ها داره اینه که یه سری اینایی که لیست شده اینجا انجام نباید بدن اولا باید بدونین قبل از ساعت هشت و نیم یا بعد از ساعت سه سا هیچ گونه نظارتی وجود نداره یعنی اگر شما بچه رو میارین هشت و نیم جلوتر مدرسه میذارین کسی نیست که مراقب بچه شما باشین وقتی بچه توی حیات دارن بازی میکنن دعوا کردن کتکاری یا زور گفتن به هیچ عنوان تحمل تو مدرسه نمیشه کسایی هستن توی حیات مدرسه که سوپرویژن بهشون میگن و یه جلیقه های رنگی تنشون هست اگر اتفاقی میفته توی مدرسه یه بچه میاد بچه رو اذیت میکنه اونا به اولین بزرگ سالی که توی مدرسه تو حیات مدرسه میبینن باید بدن گزارش بدن و کار این سوپروایزرها این هستش که جلوگیری بکنن از هر گونه اتفاق شامل دعوا و مرافع هستش بنابراین به بچه ها یاد بدید که اگر اتفاقی تو مدرسه افتاد جای اکسال عمل نشون دادن حتما با یه بزرگ سال صحبت بکنن حمایتی که شما میتونین به بچه ها توی خونه بدید یکی اینه که در مورد احساسات بچه ها باهاشون صحبت بکنید به جای اینکه نه اینکه اصلا از راجب هوم نپرسید ولی بدونید که خب امروز مجلسی چطور بود چیزی هستش که شما باید بدونین تشویقشون بکنید که بچه ها دوست پیدا بکنن یه وقتایی بچه ها باید بمونن توی مدرسه در حد ابتدایی معمولا بچه ها وقتی کلاس 6 و 7 هستن از بچه ها میخوان که یه خورده اضافه تر تو مدرسه بمونن وقتی تو مدرسه هستن بچه ها سیفن و همیشه ما توی مدرسه واقعا یه دونه حداقل یک کادر یا دو تا کادر مدرسه هستن که بدونیم نظارت میکنیم روی بچه ها که بدونیم هیچ اتفاقی برای اینا نمیافته بنابراین اگر بچه تون میگه که من باید مدرسه بمونم که کار اضافه بکنم حتما حتما این کار تشویقش بکنید یه سری راهنمودهای مثبتی که ما به والدین توصیه میکنیم اینه که برنامه زمانی مشخصی بر باید داشته باشن ام... واقعا باید حد و مرزش رو بدونن به عنوان مثال بچه ها سر یه ساعت خاصی باید بخوابن مخصوصا اگر که بچه های ابتدایی هستن ام... خب تنبیه بدنیه که خب به هیچ عنوان اگر که مدرسه یعنی تحمل نمیشه و اگر مدرسه بدونی که بچه تنبیه بدنی شده حتما با اون برخورد میکنه بچه ها باید یاد بگیرن که به فضای فردی خودشون و بقیه احترام بذارن و به جای دعوا برای حل مسئلهشون از گفتگو صحبت بکنن و همچنین بدونن که در واقع کاری که میکنن یه سری برای گرفتن نظم و انضباط بچه ها یه سری عواقب طبیعی دارن مثل تایم اوت و واقعا باید بدونن که مسئولیت کارشون با خودشون هستش واقعا از شما به عنوان پدر مادر انتظار میره که توی فعالیت های مدرسه مشارکت داشته باشید Uh, یعنی ماها به عنوان پدر مادر بخشی از یه جامعه کوچیکی به اسم مدرسه هستیم um, برای همین خیلی مهم هستش که شما با معلمین مدرسه در ارتباط باشید اگر بچه شما کلاس ابتدایی میره میک شور sure کنین که uh, وقت بگیرید با معلم قرار بذارید اگر بچه در حد دبیرستان دارید مشاور مدرسه بچه رو بشناسید و با اون با ایمیل در تماس باشید شما معمولا یه ایمیل به مشاور مدرسه میدین و کارشون اینه که از معلمای دیگه وضعیت درسی و اخلاقی و حضور و غیاب بچه ها رو بپرسه و به شما بگه با توجه به کوچیک بودن مدرسه یا دبیرستان مشاورین فرق کنند. اگه مدرسه کوچیک تر باشه بر طبق حروف الف با هستش اگه دبیرستان بزرگ باشه روی گرید بچه هاست یعنی برای گرید 8 تا 9 10 تا 11 و برای گرید 12 حتما برای انجمن خانه و مدرسه یا شرکت بکنید یه سری مدارس فعالیت های داخل مدرسه دارن مثل جمعوری اعانه هستش یه سری مالتی دینر هستش یه سری گرده همایی هستش که برگزار میشه که از شما انتظار میره که به عنوان داوطلب شرکت بکنید و هر مدرسه با آغوش باز کار داوطلبی شما رو به عنوان والدین میپذیره کمک دیگه که شما میتونید به بچه ها انجام بدید این هستش که توی مدارس ما یه سری اولا کلوپ تکالیف مدرسه داریم که بچه ها اضافه تر میمونن میتونید به انگلیسی یاد گرفتن بچه ها کمک بکنید حتما بچه ها رو بعد از مدرسه به یه سری کلاس های ورزش موسیقی هر جوری که بچه ها علاقه دارن ثبت کنیم. ببینید علاقه بچه ها تو این موضوع خیلی اهمیت داره چون من به عنوان مادر دلم میخواد بچم فوتبال بلد باشه بسکتبال بدونه همه اینا ولی خب ممکنه بچه من موسیقی دوست داشته باشه ممکنه بچه من اهل شنا باشه یا حتی یه سری بازی های دیگه این مهمه که بچه یکی از این فعالیت ها رو انجام بده از اون مهمتر اینه که بچه کاری رو انجام بده که دوست داشته باشه و من میدونم که تو هر منطقه یه سری اصطلاحا کامیونیتی سنتر هست کلوبای ورزشی هست و همشون هم با یه سری قیمت هایی که واقعا یه حدی این قیمت ها رو گرفتن که همه ما میتونیم پرداختش بکنیم بچه ها رو ثبت نامشون بکنیم من یه قسمتی رو میگم که بخش خدماتی هستش که تو مدرسه هست همچون که اول برنامه گفتم خب من ستلمنت ورکر هستم که توی مدرسه هست و من مطمئنم که تمام مدارس ستلمنت ورکر دارن اگر سوالی دارید اگر شما هنوز تازه وارد ونکوور شدید حالا هر شهری که دارید زندگی میکنید هر مدرسه کسی رو داره که میتونه به زبان شما صحبت بکنه چنانچه زبانی رو صحبت میکنید که یعنی مدرسه میرید که فارسی زبان ندارن اگر به مدیر یا معاون مدرسه بگین کسی رو برای شما میارم به عنوان مترجم از سازمان های غیر انتفاعی به عنوان مثال ممکنه که شما ساکن شهر سوری هستید و سوری ستلمن ورکر فارسی زبان نداره اما مطمئنم که اگر به مدیر مدرسه بچه هاتون بگین از طریق سازمان های مثل امیگرنس سرویس سوسایتی یا ساکسس حتما مترجمی رو میاره که بتونه مشکل شما رو برطرف بکنه. Uh, مطلب, مطلب دیگه که میخوام خدمتتون بگم میزانی هستش که بچه ها با اینترنت کار میکنن چون خیلی وقتا پیش میاد واسه ما که پدر مادری میاد و میگه که بچه من گفته که من باید یه لپتاپ بخرم حتما بیارم مدرسه مدرسه به هیچ عنوان بچه های شما رو تشویق نمیکنه که کامپیوتر یا لپتاپی رو بگیرن بیارن مدرسه تا اونجایی که ما تونستیم تو تمام مدارس این وسایل الکترونیکی رو در اختیار بچه ها میذاریم اگر قرار باشه که بچه ها کاری رو با کامپیوتر انجام بدن حتما توی مدرسه این وسیله رو در اختیار بچه ها ما قرار میدیم کتاب خونه مدرسه هست و وقتی هم که تو مدرسه هستن تمام این سایت ها با نظارت مدرسه انجام میشه مگر اینکه کاری باشه که بچه خودشون بخوان انجام بدن بازم توی کتاب خونه های عمومی این کامپیوتر در اختیار بچه ها گذاشته شده در اول برنامه گفتم توی سایت ونکوور سکول بورد که www.vsb.bc.ca اگر تشریف ببرین قسمت فامیلیش که من بعدا روی سایت نشون میدم یه بخشی هستش که بروشورا و تمام این اطلاعات به زبانهای مختلف وجود داره حتی ویدیو کلپایی هستش که مزرت میوام ویدیو کلیپ هایی هستش که شما میتونین برین و اینا به زبان فارسی تمام جزئیات این چیزهایی که من خدمتتون گفتم و میتونین مجددا گوش بکنید امیدوارم که این اطلاعات تونسته باشه به شما کمک بکنه من تو قسمت های بعدی وایت بورد جزیات بیشتری رو خدمتتون میگم میخوام که راجع به بخش ELL صحبت بکنم چطوری میشه که بچه ها رو اسس میکنن و بر چه اساسی میگن ELL لول یک یا لول دو هستش و اینی که چطوری ما میتونیم کمک بکنیم به بچه ها که از این بخش ELL بیان بیرون و انگلیسیشون رگولار بشه از اینکه به برنامه من گوش کردین توجه کردید ممنونم از آریا تیوی ممنون که این برنامه رو در اختیار ما گذاشته منتظر نظرات شما و پیشنهادات شما هستم روز و روزگار به شما خوش.